فصل کدو حلوایی و فایده هاش. اما اگر مثل من بچه‌ای دارین که کدو حلوایی دوست نداره، بهتره این نون خوشمزه رو درست کنین تا از فواید کدو حلوایی بی نصیب نمونه. سلام، من نرگسم، به کانال نرگس دیلی لایف خیلی خوش اومدین. بریم این نون خوشمزه رو با هم درست کنیم. احتیاج داریم به 300 گرم کدو حلوایی. بعد از اینکه کاملا تمیزش کردیم و پوستش رو جدا کردیم، با یه لیوان آب میذاریم تا کاملا بپزه. بعد هم پورش میکنیم. میتونید با پشت چنگال همین کار رو انجام بدیم. بعد از اینکه کاملا خنک شد، یه دونه تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم. من دوباره تو همون دستگاه اضافهش کردم و روشن کردم و کاملا مخلوطشون کردم. بعد تو ظرف اصلی میریزمش. دو قاشق شکر دارم، بهش اضافه میکنم. دو قاشق خمیر مایه، 1/2 قاشق چای خوری نمک، 1 قاشق چای خوری وانیل و 1 قاشق غذاخوری زردچوبه. همه رو با هم مخلوط میکنیم. یک پیمان شیر رو به مخلوطمون اضافه میکنم و دوباره مخلوطش میکنم. یک 1/2 پیمان روغن رو هم بهش اضافه میکنم و مخلوطشون میکنم. احتیاج داریم به 5 تا 6 پیمان آرد که کم کم اضافه میکنیم، چون که آرد ها با هم دیگه متفاوتن و باید مقدارش رو کم کم اضافه بکنین تا یه وقت خمیرتون سفت نشه. این خمیر نسبت به خمیرهای دیگه مقدار چسبندگیش بیشتره. کاملا لازم نیستش که مثل همه خمیرها سفت سفت بشه. یه 10 دقیقه که کاملا ورز دادیم و ماساژش دادیم، داخل یه ظرف چرب قرارش میدم، روش سلفون میکشم، 45 دقیقه استراحت کنه تا خمیرم ور بیاد. بعد از 45 دقیقه ببینید خمیرم کاملا پف کرده. حالا باید پف خمیر رو بگیریم. سطح کارم رو یه مقداری آرد می پاشم و خمیر رو روش قرار میدم. این خمیر فوق‌العاده لطیفه، یعنی نونی که باهاش درست میکنید یه بافت خیلی خیلی خوب بهتون میده که از خوردنش واقعا لذت میبرید. باید این رو به 2 قسمت تقسیمش بکنین. البته اگر سینی فرتون که بزرگه میتونین این کار رو نکنین و 12 تا چونه بگیرین و ادامه کار رو انجام بدین، ولی چون سینی فر من کوچیک بود، من به 2 قسمت تقسیمش کردم. یکی از قسمت ها رو به 6 قسمت تقسیم کردم و دونه دونه چونه میگیرم و داخل سینی فر قرارش میدم. من لینک تهیه کیک کدو حلوایی هم براتون قرار میدم، اگر دوست داشتین تماشا کنین.
فر رو هم از قبل گذاشتم تا گرم بشه. دوباره یه رو روی خمیرها رو میپوشونیم تا یه بار دیگه خمیرم پف بکنه. قسمت دوم خمیرها رو به 8 قسمت تقسیم کردم و لاش رو شکلات قرار دادم. این کارم دل بخواه، اگر که شکلات نداشتین یا مغزدار دوست نداشتین میتونین این رو هم ساده چونه بگیرین، ولی من خواستم که دو مدل نون درست کنم. توی سینی که برای مخصوص پیتزا هست و گرد هست قرارش میدم، کفش رو هم کاغذ روغنی قرار دادم. یه دونه زرده تخم مرغ با دو قاشق شیر رو مخلوط میکنم و روی خمیرها رومال میکنم. ممنون میشم اگر تا اینجای ویدیو ازش لذت بردی و برات کارآمد بوده، اون رو لایکش کنی و با دوستات به اشتراکش بذاری. بعد هم روشون رو مقداری کنجد میریزم. بره داخل فر. من از اوون توستر استفاده کردم با دمای 180 درجه، حدوداً 30 دقیقه زمان میخواد تا بپزه. قسمت دوم خمیرها هم میذارم استراحت بکنه مرحله دومش رو تا آماده بشه برای توی فر گذاشتن. روش مقدار سیاه دونه هم ریختم. اینم از نونهای اولمون. ببینید چه بافت خوشگل و نرم و لطیفی داره. اینم از دومین نون جذاب و خوشمزه و خوشگل ما. ببینید این نون خیلی خوشمزه است، در این حال خیلی راحت آماده میشه. اگر به عنوان میان وعده میخواییم به بچهاتون چیزی بدیم بخورن به جای کیک و بیسکویت های صنعتی و شرکتی، میتونین اینا استفاده بکنین. خیلی خیلی هم مفیده. خیلی ممنونم که ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. امیدوارم این آموزش به دردتون بخوره و بتونین این نون رو درست کنید و از طعم فوق‌العاده‌اش لذت ببرین. بافت نون دومم رو نگاه بکنین، فوق‌العاده شده. و اینم از مغز شکلاتیش. در ادامه من براتون یه پشت صحنه قرار دادم. ببینید که وقتی یه آقای خونه میخواد فقط یه دونه ظرف بشوره چقدر از خودش تعریف میکنه. از این بعد میخوام همه ظرفا رو خونه رو بشورم. تازه عروسی کرده بودیم، یک دور ظرف شستی. دست در من همیشه مردی هم که کنار خانوادم بودم. صرف تا صرف.